اولین ویدیوی منتشر شده از عاشقانه های امیر تتلو و همسرش سحر قریشی بالاخره لو رفت. دوستان عزیز به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کانالیشو لطفاً فشار بدید و لطفاً لایک و کامنت رو فراموش نکنید. بالاخره بعد از مدت ها عاشقانه های امیر تتلو با سحر قریشی لو رفت. ویدیویی از امیر تتلو با سحر قریشی در فضای مجازی منتشر شده که در این ویدیو امیر تتلو لب استخر ویلاژ لبهای سحر قریشی رو عاشقانه بوس میکنه و عاشقانه های خودش و سحر قریشی رو در این ویدیو علنی میکنه. در این ویدیو امیر تتلو عاشقانه همسرش سحر قریشی رو بغل میکنه و در کنار اون به آرامش خاصی میرسه. جالبه بدونید که در این مدت برادر سحر قریشی اعلام کرده بود که خواهرم به خاطر آخرین قسمت سریال نیسان آبی در حال حاضر در ترکیه است. که خب روز گذشته آقای منوچهر هادی به همراه همسرشون خانم یکتا ناصر ویدیوی منتشر کردند و گفتند این ویدیویی که ما داریم منتشر میکنیم مربوط به آخر دیماه سال جاری هستش که آخرین صحنه ها و آخرین لحظات فیلم برداری و قسمت آخر نیسان آبی هستش. بنابراین اینجا کاملا همه چیز علنی شده که سحر جان قریشی بازیگر پرحاشیه کشورمون به خاطر سریال نیسان آبی نبوده که به ترکیه مهاجرت کرده، بلکه به گفته کارگردان مشهور سینما و تلویزیون آقای حسین فرح‌بخش سحر قریشی فقط به خاطر ازدواجش بوده که به ترکیه مهاجرت کرده، نه به خاطر ایفای نقش در هیچ سریالی. جالبه بدونید که دیگه کاملا رابطه سحر قریشی و امیر تتلو با ویدیویی که امیر تتلو و دوستانش از لحظات عاشقانه او با همسرش سحر قریشی منتشر کردند، دیگه کاملا همه چی علنی شده که این دوتا واقعا با هم ازدواج کردند. جالبه بدونید از وقتی که امیر تتلو اعلام کرده بود که قصد ازدواج داره کلن یه سری تغییراتی کرده بود و حتی در کنسرت قبلیش هم به تمام طرفدارای پسرش اعلام کرده بود که پسرا لطفاً از این به بعد توی کنسرت های من به خانوما بی احترامی نکنید و هواشون رو داشته باشید. امیر تتلو چند ماهی هستش که نه فقط از نظر اخلاقی بلکه از نظر ظاهری هم تغییرات زیادی کرد و علاقه زیادی به ورزش داره حالا و هیکلش رو کوبیده و از نو ساخته و برای خودش یه فیتنسی شده. جالبه بدونید الان دیگه امیر تتلو با به میل سحر جان قریشی هم هست و سحر قریشی هم نسبت به ازدواجش به امیر تتلو هیچ واکنش بدی نشون نداده. بعدتر ویدیوهایی رو در پیج اینستاگرامش منتشر میکنه حاکی از اینه که او هم عاشقانه امیر تتلو رو دوست داره و امیر تتلو در یک ویدیوی کوتاهی که منتشر کرده بود که سحر قریشی داشت براش بلاک میزد خطاب به همسرش سحر میگه اصلا یه روزی فکر میکردی واسه شوهرت لاک بزنی؟ بله، سحر قریشی و امیر تتلو این روزها با همدیگه خلوتهای عاشقانه زیادی دارن که خب یکی از این تصاویر لو رفته، البته به خواسته خودشون ظاهرن و خواستن اعلام کنن که ما واقعا عاشق همیم و با هم بودن و در کنار هم بودن رو دوست داریم. امیر تتلو پیشتر اعلام کرده بود که برای همه هواداراش در کنسرت نوروزی یک سورپرایز خاص و ویژه‌ای داره که خب همه میگفتن این سورپرایز میتونه خواستگاری از سحر قریشی جلوی همه هواداراش باشه و خب خیلی ها میگفتن اون کنسرت یک کنسرت ساده نیست بلکه شب عروسی امیرخان تتلوه که خب امیر تتلو بعدا اعلام کرد که کنسرت نوروزی من فعلا کنسله و خب کنسرت گذار
حواسش جای دیگه است و به فکر خواننده‌های دیگه است، من ترجیح میدم کنسرتم رو زمانی برگزار کنم که کسی توی اون ساعت و تو اون روزها کنسرت نداشته باشه. واسه همین فعلا کنسرت من کنسله تا یه تاریخ دیگه که خودم بهتون میگم. البته اگه کنسرتی وجود داشته باشه، اگرم هزینه کردید، بلیط گرفتید، خودتون میدونید با اون کسی که بلیطو ازش خریدید. جالبه بدونید که امیر تتلو بازم در آخر حرفاش یک فوشی به همه هواداراش میده و میگه سه نقطه ننتون خودتون میدونید با کسی که بلیطو ازش خریدید. جالبه بدونید که امیر تتلو باز هم سلطان همه تتلیتی هاست و همه تتلیتی ها عاشقانه امیر تتلو رو دوست دارن. و خب آخرین ویدیویی هم که از خلوت سحر قریشی با امیر تتلو منتشر شده، همه دیگه منتظر ازدواج این دو نفر هستن و مخصوصا چشم انتظار مراسم عروسیشون هستن. برای سحر جان قریشی و امیر جان تتلو آرزوی خوشبختی و سعادت داریم. امیدواریم که ملکه تتلیتی ها هم بتونه همچون سلطان تتلو برای همه تتلیا خوب بدرخشه و باز هم با حواشی جنجالی که در فضای مجازی به پا میکنه بازم بتونه همه رو سورپرایز کنه. دوستان عزیز، لطفا نظراتتون رو راجع به فیلمی که از خلوت عاشقانه امیر تتلو و سحر قریشی ملکه تتلی ها منتشر شده در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و حتما روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و لینک ویدیو و کانال ما رو برای دوستاتون حتما بفرستید و کانال حاشیه مدیا رو به دوستانتون معرفی کنید و از ما حمایت بکنید تا ما هم انرژی بگیریم و با ویدیوهای بهتر و جذابتر و بیشتری در خدمت شما عزیزان دل باشیم. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانال حاشیه مدیا باشید. دوستتون داریم. شب و روز بر شما عزیزان خوش.